بیننده ای نوشتن که با سلام و درود خدمت عزیزان برنامه به سال حق، بنده یک شیعه هدایت شده هستم. آقای انصاری بزرگوار، در برنامه قبلی که با آقا فریبرز بحث داشتید در مورد اینکه شخصی از پیامبر بزرگوار پرسیده بود که بعد از شما رهبرانی خواهند آمد که به سنت شما عمل نکنند، که آقا فریبرز میگفت منظور حضرت عمر و ابوبکر است، که شما بسیار زیبا جواب دادید. اما سوال بنده این است که چرا پیامبر در انتهای حدیث فرمودن حتی اگر مال شما را امیران بگیرن و به شما ظلم شود شما باید فرمان بردار باشید؟ این گفته با منطق همخوانی ندارد. آیا این حدیث صحیح است؟ آقای انصاری دقیق منظور پیامبر اکرم چیست؟ ببینید برادر عزیز و گرامی، ما در مورد اطاعت از ولات امر یک اصلی در نزد اهل سنت وجود داره که ما عموم مسلمان ها باید از ولات امر اطاعت بکنیم تا هنگامی که اونها ما را به کفر، به شرک، به اموری که مخالف اعتقادات ما هست امر نکردن. اگر به این مسائل امر کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، جایی که اونها شما را امر به نافرمانی الله سبحانه و تعالی بکنن از اونها اطاعت لازم نیست. اگر از حاکم یا ولی امر کفری آشکار سر بزنه، مثلا بیاد خدا را انکار بکنه، پیغمبر را انکار بکنه و مردم را از عبادات منع بکنه، مساجد را خراب بکنه، مساجد را تبدیل به چایخانه ها بکنه، در این صورت این حاکم نه تنها خروج بر علیه این حاکم جایز است، بلکه واجب است که مسلمان ها بر علیه حاکمی که صد عن سبیل الله بکنه، مردم رو مانع از اجرای عبادات بشه و مردم رو به کفر و شرک و فساد دعوت بکنه، سبب فساد و بدبختی جامعه بشه، در اون صورت مسلمان ها بر علیه این حاکم قیام میکنن. چون میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، از خدا اطاعت کنید، از الله اطاعت کنید و از اولو الامرتون. چرا نگفته و اطیع اولو الامر منکم؟ در اینجا کلمه اطاعت رو برای اولو الامر نیورده، چون اطاعت از اولو الامر تابع اطاعت اونها از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر که با اونها قضیه اومدید به مخالفت پرداختید، برگردانید به الله و رسول که الله و رسول در اینجا چی گفته. هرچه که الله و رسول گفته شما بر اساس اون مسئله حکم بکنید بین خودتون و بین ولات امرتون که با اونها به اختلاف میفتید. در حدیثی که در هفته گذشته در موردش صحبت شد، البته آقای فریبرز نبود، آقا محمد بود از تهران، در این حدیث حذیفه رضی الله تعالی عنه میاد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون یکی از صفات این صحابی جلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که همیشه مردم از خیر میپرسیدن، ایشون از شر میپرسید و امین سر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی اسمای منافقین در پیش ایشون بود و خیلی از اسرارشون رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون گفته بودن. ایشون در اینجا میان در مورد زمانه خودشون میپرسن که ما قبل از اسلام، قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک زمان شری بودیم، با آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم این شر به خیر تبدیل شد، و بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم زمان شری میاد، بعد از اون زمان خیر میاد، باز دوباره زمان شر میاد. در اینجا حذیفه رضی الله تعالی عنه میپرسه که تکلیف شرعی مسلمانان، تکلیف شخص مسلمان در مقابل حاکمی که لا یهتدون به هدایه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه از هدایت من پیروی نمی کنن، ولا یتسنون به سنتی، و از سنت من پیروی نمی کنن،
در این صورت وظیفه شخص مسلمان چیست؟ ما یکی وظیفه امت رو داریم، یکی وظیفه شخص مسلمان رو داریم. در آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا میگن که در مورد این حکامی که امرایی که از سنت پیامبر پیروی نمی کنن، از هدایتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده پیروی نمی کنن، نه اینکه مردم رو باز می‌دارن از سنت و از هدایت پیامبر، خودشون اینطوری نیستن. مثلا چند درصد از حکام مسلمان‌ها امروز ریش دارن؟ ریش سنت مؤکد رسول الله صلی الله علیه و سلم و حکمش واجب است. چند درصد از حکام مسلمان‌ها امروز به این سنت عمل می‌کنن؟ خیلی اندک، ناچیز اصلا. پس اینها لا یتسنون به سنت نبی صلی الله علیه و سلم، از سنت پیامبر پیروی نمی کنن. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که وقتی که کسی به ولایت میرسه، به امارت میرسه، باید درهای اون دارالحکومتش یا دارالخلافش باز باشه به سوی عامه مردم. این سنت ابوبکر بود و عمر و عثمان و علی می اومدن راحت با ولات امر صحبت میکردن. اما امروز چند درصد از ولات امر این کارو میکنن؟ شاید 1% هم وجود نداشته باشه، الا تعداد خیلی اندک، انگوش شمار، که عامه مردم خیلی راحت بتونن پیش اونها برن مشکلاتشون رو بگن. پس اینها به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این جانب عمل نمی کنن. چند درصد امروز اگر بگیریم که لا یهتدون به هدای، که هدایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد قرآن کریم بود، به آیات و به روایاتی که در قرآن کریم اومده عمل می کنن؟ خیلی تعداد اندک، انگشت شمار. این صفت این که یک حاکمی، یک ولی امری، یک امامی، یک خلیفه خودش به سنت عمل نمی کنه، با اینکه این حاکم و این خلیفه یا این امام مردم را از سنت و از قرآن دور نگه می داره، مانع رسیدن مردم به هدایت و به قرآن و به سنت میشه، خیلی فرق داره. در اینجا وظیفه شخص که میگه که یا رسول الله، اگر که من اگر که این زمان رو درک کردم که مثلا امامی، حاکمی، خلیفه‌ای، پادشاهی ظالم بود، به سنت عمل نمی کرد، به هدایت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل نمی کرد، تکلیف شخص نه تکلیف امت در مقابل این حاکم چی است؟ تکلیف این است که تسمعو و تطیعو، بشنوید و اطاعت بکنید از این امیر، اگر که و این ضرب زهرک و اخذ مالک فاسمع و اطع، در صورتی که شخص تو رو زد، به تو ظلم کرد، مالت رو گرفت، بشنو و اطاعت بکن. چرا؟ چون در اینجا مسئله یک شخص مطرح است. یک شخص به خاطر اینکه مشکل شخصی داره با حاکم، بلند شد قیام کرد، مردم رو دعوت کرد به قیام. حاکمی که درست به قرآن و سنت عمل نمی کنه، به سنت پیامبر عمل نمی کنه، اما مانع مردم نمیشه. مساجد هست، عبادت هست، حکومت هست، اون عزت و شرف و وقار یک دولت هست. در این صورت اگر شما بلند میشی، یک شخص در مقابل این حکومت قیام میکنی، این قیام شما سبب فتنه و فساد میشه. و در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخواد که من به خاطر شخص خودم، به خاطر انتقام شخص خودم بلند شم و سبب فروپاشی یک حکومت، آشوب بر علیه یک حاکم، جنگ و درگیری و فتنه و فساد در یک جامعه اسلامی بشم. در اینجا تکلیف شخص مسلمان ها اگر مورد این گونه ظلم و ستم قرار بگیرن در اینجا مطرح میشه، چون اسلام، سنت، قرآن، قانون اسلام همیشه مصلحت عامه رو میبینه. این که مثلا یک شخص دچار یک مشکلی بشه، باید تحمل و صبر داشته باشه به خاطر مصلحت امت. چون در دین مبین اسلام ما دنبال مصالح شخصی نیستیم، دنبال مصالح امت هستیم که نباید فتنه و فساد در جامعه ایجاد بشه. این منظور کلی از حدیثی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کرده بودن و برای برادر عزیزمون محمود از اهواز این شبهه ایجاد شده بود.
Ah 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 ah